چی شد ساسان، درست نشد؟ والا من که دیوونه شدم از دست این خونه. اینا چیه تو دستت؟ والا نمیدونم خودم، ولی بکنم زیادی بودم. ببین ساسان، چند دفعه بهت گفتم یه متخصص بیار که اینو درست بکنه، اقلا خیالمونم راحت بشه. متخصص؟ چرا نیرو جان؟ خب من خودم متخصص، من خودم میتونم درستش بکنم، چرا پول علکی هدر بدیم؟ والا من که حریف تو نشدم. حالا زود باش اینو درستش بکن، من یه عالمه کار دارم. چشم خانم چشم، فقط یکم فرصت بده بهم، اینقدر عجله نکن. آخ دارن زنگ میزنن، الان من میام. این یکی هم در اومد بسته دیگه، پیچ نمیده نه یا تو سرمون. سلام حال شما خوب هستین؟ ممنونم مرسی. فقط من اومدم بگم یه آقای اومده میگه وکیل آقای قوامی صابخونه‌مونه. وکیل؟ حالا چی کار داره؟ والا من خودم هم نمیدونم، فقط این وکیل آقای قوامی میگه باید کل اهل ساختمون باشن، میخواد درباره یه موضوعی بگه، نمیدونم چیه والا. الان کجا هستن؟ الان تو حیات مجتمع است. باشه من برم به ساسان بگم، شما هم بگیم ما تا یه ساعت دیگه میایم دیگه پیش هم جمعش. خب باشه، تا من برم به بقیه همسایه بگم شما هم آماده شدین دیگه. باشه چشم. باشه ممنونم مرسی. خدافظ. اول سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و باید بگم که خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم با شما که بتونم این وظیفه ای رو که روی دوشهای من گذاشته شده رو امروز به نتیجه برسونم. اول باید بگم که من اربابی هستم، وکیل خانوادگی آقای قوامی صاحب خونه شما. همینطور که میدونین آقای قوامی در هر شهری مجتمع و خونه هایی داره و در وصیت‌نامه‌شون نوشتن، قید کردن که به عنوان هدیه از این مجتمع هایی که دارن در شهرهای مختلف 4 نفر رو که واجد شرایط هستن انتخاب میکنیم و اونها رو به سفر 10 روزه به دور دنیا میفرستیم و این دفعه نوبت به این مجتمع و این شهر رسیده و این 4 نفر باید از بین شما انتخاب بشه. ببینم حالا توی این سفری که میریم هتلی که به اون میدن تمیزه، چند ستاره هست؟ آقای وکیل معذرت میخوام، این آقا پرویز ما یکم وشواش تشریف دارن، اینه که همچین سوالایی رو میپرسن، اگه نه قلبش پاکه پاکه. اتفاقا سوال خیلی به جای پرسید آقای پرویز، مطمئن باشید که تمام این جوانب با دقت بسیار زیادی مورد نظر قرار گرفته و تمام هتل ها 5 ستاره خواهد بود و باید اینو به خدمتتون عرض کنم که ارزش مالی این مسافرت $10,000 خواهد بود و شما، من مطمئنم که از این سفر یک تجربه بسیار عالی خواهید داشت. حالا این شرایطی که این 4 نفر باید داشته باشن چی هست؟ اتفاقا اونم سوال بسیار به جاییه. شرایط از این قرار خواهد بود که شرط شماره 1، فردی باید باشه که تو زندگیش از سختی‌های زیادی گذشته باشه، چون آقای قوامی در زندگیش از سختی‌های زیادی گذشته بود و سختی‌های زیادی رو متحمل شده بود. شرط شماره 2، باید شخصی باشه تحصیل کرده، چون آقای قوامی با داشتن مشکلات زیاد در زندگیش اهمیت به خصوصی به تحصیلات می‌دادن. و سوم اینکه شخصی باید باشه که در انجام کارهای گروهی مهارت و تجربه کامل داشته باشه. البته تو این یکی زمینه من دیگه خیلی تجربه دارم، چرا که هر وقت با دوستا جمع میشیم کار گروهی میکنیم. البته بگو به آقا وکیل اون کار گروهیتون چی هست. ای بابا آقا ساجان دست درد نکنه، کار گروهی کار گروهی دیگه، فرق نداره که بابا جون. حالا برای اینکه بهتر با هم آشنا بشیم از همین اول خواهش میکنم یکی یکی شروع کنید و من یادداشت میکنم. شما نمیدونید، فکر نمیکنید کسی توی دنیا قد من زهر کشیده باشه. زنم که من رها کرد رفت، الان چندین سال بچه هم که ندیدم. شما نمیدونید من چه زجری کشیدم. ببین اون بیچاره ها چه عذاب کشیدن که تو رو ول کردن و رفتن. اگه زجر میخواین بذارین من بهتون بگم، بچه بودم که مادرم مرد، وقتی وارد دانشگاه شدم پدرم مرد، در حین دانشگاه هم که تموم شد با نازنین ازدواج کردم.
چشمم روشن. از کی تا حالا ازدواج با من شده زج؟ حالا حساب تو رو من میرسم دیگه، صبر کن. بابا بذار من حرفم تموم بشه. لازم نیست تموم بشه. بابا نازنین من میگم وقتی من با تو ازدواج کردم همه چی تموم شد، وگرنه اصلا به خودکشی اینا میکشید. راست میگی، چرا تا حالا بهم نگفته بودی؟ خب تو که نمیذاری من حرفمو تموم بکنم عزیزم. نازنین خانم جسارتم باید عرض کنم که زیاد دیگه رومانتیکش نکن بابا. من این پسر خالم رو میشناسم، ایشون دارن جوسازی میکنن. ایشون این کار رو میکنن که اگه شما دوتا انتخاب شدین برین سفر دور دنیا در 10 روز، واسهش درست نکنی سفر دور دنیا در 80 روز. عزیزان خواهش میکنم به علت کمیه و خواهش میکنم یه خورده سریعتر پیش بریم، چون الان روی شرط اول هستیم. من یادداشت میکنم، بفرمایید. آقای وکیل، شما اگه به قیافه بنده حقیر نگاه کنی چیه؟ مادرزادی بدبختم، مادرزادی زنج کشیدم آقای وکیل. والا من که به قیافت نگاه میکنم میبینم چقدر مواد کشیدی نه زجر. میدونین همه آدم ها خب بالاخره یه جوری تو زندگیشون زج کشیدن. من خودم زیاد زج نکشیدم، یعنی اونجوری که یادم مونده باشه. ولی من تا دلتون بخواد تو زندگیم زج کشیدم. به عنوان مثال همین چند وقت پیش بود، میخواستم برم یه نوع مغازه که تازه باز شده بود. 3 ساعت تو ترافیک بودم. بعد که رسیدم اونجا، بعد از 3 ساعت رانندگی دیدم وا همه جنساش بنجله که هیچ کدومش هم مارک نبود، همش بدلی بود. خلاصه کلی زجر کشتم. آخه میدونین چیه آقای وکیل، من هر چیزی نمیپوشم، از هر جایی هم خرید نمیکنم. خلاصه این تازه فقط یکی از مثالا بود. من خیلی از این زجر تو زندگیم کشیدم. ساسان تو حالت خوبه؟ راستش هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی باید درباره این حرف بزنم. یادداشت میکنید آقای وکیل؟ راستشو بخواید من وقتی که بچه بودم خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. این تیکای عصبی هم که میزنم قرار بود همون دورانه. ببخش، وقتی به فکرش میافتم یا یاد بچگی هم میافتم این تیکا بازم برمیگرد. خلاصه نمیدونم. چرا تا حالا به من نگفته بودی ساسان؟ نیرو جان عزیزم، نمیخواستم ناراحتت بکنم، منو ببخش. خیلی زشت کشید. به هر حال از نظر تحصیلات بنده اعتقاد دارم ز گهواره تا گور دانش بجور. آقا پرویز جسارتا تا اونجایی که من میدونم شما تا تصمیم کبرا بیشتر نخوندی، هی مدرک میکنی. آخرین مدرک تحصیلی شما چیه؟ آخه عزیز دلم، آدم باید تحصیلاتش تموم بشه که بهش مدرک بدن، که من هنوز در حال یادگیری هستم. منظور از سه گهواره تا گور اینه که وقتی رفتن تو گور آخرین مدرکشون اونجا دریافت کنن. البته تمام اهل محل میدونن در زمینه تحصیلات کسی رو دست من نیست. من فارغ التحصیل رشته ریاضی، فیزیک، بدنی، تربیت بدنی، بدنسازی و تربیت بدن. در کل من در خدمت شما. در ضمن معدل ایشون اینقدر کم هست که هیچ جا بهشون کار نمیاد. در زمینه تحصیلات باید خدمتتون عرض کنم که من از بچگی عاشق درس و مدرسه و اینجور چیزا بودم. اینه که قبل از 16 سالگی همه به من میگفتن دکتر رشدم، اما بعد حقمو خوردن و دوستان ناباب و موتور سواری و اینجور چیزا دیگه پیشو نگرفت. من فارغ التحصیل رشته نقاشی هستم، ولی به خاطر اینکه مدرک چندانی ندارم به طور تجربی کار نقاشی رو ادامه دادم. ولی عوضش من فارغ التحصیل رشته آرایشگری هستم، دیپلم آرایشگری دارم. همچین میگید دیپلم؟ آخه آدم فکر میکنه دکترا دارید. اصلا آخه آرایشگری هم شد تحصیلات؟ تحصیلات میخواید؟ بیاید پیش خودم در زمینه ریاضی و فیزیک با معدل بالا، در زمینه فنی هم که اصلا
بیایید و ببینید. در زمینه کارهای فنی ساسان؟ و همین یه ساعت پیش داشتم لوله های خونمونو تعمیر میکردم. نیلو جان یادت رفتم مثل اینکه تازه اصلا اونو ولش کن بچسبی به هنر. هنر رو چرا نمیگه این خانوم؟ من اینم اگه میشو یاد داشت بفرمایید در هنر سینما سرشته دارم. تو کی میخوای خودت باشی ساسان؟ وقتی از این سفر از دور دنیا برگشتم. اینو یاد داشت نکن. ولی تو کارهای گروهی کسی نمیتونه جلوی من ادعا بکنه. من خودم قدیما گروه کوهنوردی داشتم. آقا اینا رو میبردم کوه بیا و ببین. قدیما رو ولش کن آقا پرویز. الانش مهمه. به قول معروف داشتم داشتم حساب نیست. دارم دارم حسابه. حالا مثلا شما خودتون چه کاره این؟ آقای وکیل من تو مسافرت گروهی شماره یکم. شما همین الان بگو بریم مسافرت. 50 نفر رو جمع میکنم صحیح و سالم میبرم و میارمشون. یه لحظه 50 نفر؟ ببینم تو اصلا 50 نفر رو تو زندگی تالا یه جا با هم دیگه دیدی آخه؟ چرا خالی میبندی؟ ای بابا آقای اربابی به استعزار برسونم. همونطوری که قبلن هم گفتم کار گروهی فقط خوراک منه، یعنی تمام بچه محلای خودمون با بچه محلای پایینی وقتی میخوان کارهای گروهی کنن میان پیش خودم. راست میگه آقای وکیلیشون فوتبالیسته. فوتبالیست؟ پسر خاله من؟ بابا ایشون فوتبالیسته دیگه. گروهی جمع میشن با هم دیگه فوت میکنن و بال میزنن. راست میگه. به نظر من اصلا درست نیست که واسه یه سفر 10 روزه اینجوری همه با هم چپ بیفتیم و زیرا به هم رو بزنیم. راست میگی نیلوفر جون. راستی تا یادم نرفته بگم کار آرشگری خودش یه کار گروهیه. من اصلا شغلم یه کار گروهیه. بله آقای وکیل ایشون وقتی موهای ساسان کوتاه میکنه تمام اهل محل و ساختمون جمع میشن ایشون رو نگاه میکنن. این میشه یه کار گروهی. خیلی خب آقا پرویز بالاخره موهای شما بلند میشه دیگه. منم یه نقاشم. البته میشه بعضی وقتا با گروه روی یه پروژه با هم کار بکنیم. ولی متاسفانه من خودم هیچ وقت مسئول یه گروه نبودم. البته کار گروهی رو خیلی دوست دارم. منم آقای وکیل یه چند وقتی است که به طور تجربی سینما کار میکنم. اتفاقا همین چند وقت پیش بود که با اهل محل یک نمایش کار کردم. همه بودن اتفاقا. بگید دیگه یادتونه؟ بگید یادتون نیست؟ بگید دیگه با آقا وکیل. بگید نقش بچه مرشد بازی نمیکردی؟ نمک نشناس. بلند شو. بگو دیگه نمک نشناس. دیگه هیچ رولی بهت نمیدم. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم بیشتر از این خودتون رو ناراحت نکنین. به نظر من اطلاعات کافی جمع کردم و با این اطلاعات تا چند لحظه دیگه 4 نفر رو اعلام خواهم کرد. خب عزیزان، وقت این رسیده که 4 نفر رو من اعلام کنم. ولی قبل از این باید خدمتتون عرض کنم که افرادی که اینجا الان اسمشون خونده میشه باید بابت حق الوکالت بنده نفری یک هزینه ناچندان زیادی رو بپردازن که این هزینه $500 هست و فکر میکنم در مقابل یک سفر $10,000 اصلا مبلغ چشمگیری نیست. نفر اول آقای رستم. بیا بریم سفر 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 من با خودت ببر سفر سفر بچه ها بلا خیلی ممنون آمدی خیلی ممنون. مبارکت باشه بسن. مبارکت باشه. نفر دوم سرکار خانوم نازنین. خیلی برات خوشحالم نازنین جان. نفر سوم جناب آقای ساسان. وکیل باید بهتون بگم که از همون اولی که دیدمتون نمیدونم چرا ولی تو دلم گفتم خیلی عجیبه، نمیشناستمتون اما مثل این که خیلی آدم نجیب با سواد و با وقاری به نظر میرسید. ممنونم. خلاصه همین میخواستم بگم که خوشحالم که اشتباه نکردم. ممنون. و نفر چهارم جناب آقای اردشیر.
خلق هم همتون وای عرضش چقدر خوش بگذره به همون جیم. پس برای تکمیل کردن پرونده ها خواهش میکنم اونایی که انتخاب شدن پولاشون رو بیارن که من پرونده رو تکمیل کنم. بله بله بابا. آقای وکالت راسیاتش این دست و بالمون یکم خالیه، پولمون نداریم، میشه به جای پول جنس منس بدیم؟ متاسفم نمیشه، اگه پولتون الان ندین مجبورم یکی دیگر رو به جای شما انتخاب کنم. من آقای وکیل، من از جوانی آرزو داشتم دور دنیا رو برم، سفر دور دنیا برم. خواهش میکنم آقای وکیل. نمیدونم، با این حساب نفر چهارم نیلوفر خانوم هستن. آخش نفس راحتی کشیدم. نیلوفر با هم دیگه میریم. ولی میدونی چی احساسان جان، من ترجیح میدم به این مسافرت نرم. چرا نیای آخه عزیزم؟ چنین موقعیتی که سر راهمون همیشه قرار نمیگیره. میدونم، ولی راستشو بخوای الان که خوب فکر میکنم میبینم یه عالمه کارهای عقب افتاده دارم که بعد اونا رو انجام بدم. بعدش هم اگه ما دوتایی با هم بریم خرجمون بیشتر میشه. حالا اگه خدا بخواد یه وقت دیگه من و تو با هم میریم. با این حساب نفر چهارم میشه آقای پرویز. دمت گرم نیلوفر خانم، دمت گرم. عجب مرامی. پس برای تکمیل پرونده شما هم خواهش میکنم سهمتون رو بیارین که من پروندهتون رو ردیف کنم و بفرستیم بره. من برای اینکه خرج خورد و خوراکمون توی سفر زیاد نشه و به همون فشار نیاد یه لیست تهیه کردم. خیلی خوبه. بعد من یادم آقای وکیل گفتن که همراه با بلیتمون یه هتل مجانی و یه وعده صبحونه میگیریم، اگه نه؟ درسته، ولی خب بالاخره این نهار و شاممون رو که باید خودمون تهیه بکنیم یا نه؟ پس بهتره که با یه برنامه‌ریزی درست پیش بریم. نازنین تو این کار استاده، میتونه تو این سفرمون برنامه ریز مناسبی باشه. ممنون عزیزم. قبوله. میگم خب چطوره تا آقا پرویزم برسن شما یه توضیحاتی بهمون بدید در این برنامه که نوشتی. ولی بیچاره رستم، نه که اول خودش انتخاب شده بود، خیلی دلم براش سوخت. امیدوارم که قلبش نشکسته باشه. میگم ساسان، نمیخوای به جای تو اجازه بدی رستم بره مسافرت؟ بیا تو زندگیت یه کار خیر انجام بده. خانم کار خیر بزرگتر از این که با این دوستی بکنم؟ اون که یک بابا شوخی میکنم. بعدم این که شما غصه رستمو نخور بابا، اون الان تو چرته بابا. کیه؟ بابا منم، رستم. در بازه، بیا تو. بدبخت شدیم، وای بر ما، وای. چیه؟ چته؟ چمه؟ بیچاره شدیم رفت، یعنی بهتره بگم بدبخت شدید رفت. چطور؟ اون کانال اخبار رو واگم، الان بهت میگم چطور. بنده کانال اخبار. دفعه چند ماه گذشته پلیس به دنبال شخصی کلاهبردار که خود را وکیل افراد مختلفی معرفی کرده بود میگشت و به گزارش واحد مرکزی خبر امروز این شخص توسط پلیس در حالی که قصد داشت از مرز خارج شود دستگیر شد. فرد مذکور مبلغ هنگفتی از مردم به بهانه سفر دور دنیا دریافت کرده بود و اکنون در زندان شهربانی میباشد. میگم نیلو، اون دفترچه خاطرات بود چی بود؟ یه چیزی پیدا کرده بودی تو چند روز پیش؟ یعنی اونو بده، نکنم اون همین وکیله بود. وای بدبخت شدیم. خودشه بسه هردشی خوده، ببینیم چی نوشته بود توش. نگاه کن، هیچی هم یاد داشت نکرده. علی نگاه کن. علی بچه ها عداشی تکنم این نیلو راست میزنه دیگه. ساسا چه شد؟ راست میزنه. ساسا ببین خدا، آخه این چه بلایی بود به سر ما. نیلو
خدا. اشکالی نداره عزیزان، اصلا ناراحت نباشین. عوضش دفعه بعد اگه کسی ازتون پرسید میتونین همین موضوع رو به عنوان یه خاطره زجرآوری که تو زندگیتون پیش اومده عنوان کنید. راحت باش تو، راحت باش. بله 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 تو چطه؟ بدبخشانه تو باشکت شد. آقا یه نه زنگ بزن آمبولانس بیا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم از هشتمین قسمت سریال زیر ذره بین لذت برده باشین. امید من، بازیگران زیر ذره بین و تمام دست‌اندرکارانم در این برنامه این هست که برنامه امروز تونسته باشه خنده و شادی رو به منازل شما بیاره و در این حال یادآور قسمتی از کتاب مقدس باشه که میگه هر کی که میخواد اول باشه، اولین باشه، باید آخرین باشه، خدمتگزار همه باشه. در انجیل مرقس باب 9 میبینیم که چطور شاگردان عیسی مسیح داشتن با هم دیگه جر و بحث میکردن تا معلوم بشه بزرگترین، بهترین و اولین بین اونها کی هست. حدس میزنم موقعیت اونها هم شاید تا حدی شبیه بحث بین شخصیت‌های داستان امروز ما بوده که هر کسی سعی میکرده خودش رو اول از همه قرار بده و فقط از خودش تعریف بکنه، خودش رو مطرح بکنه و حتی شاید در لابلای صحبتاش هم طعنه‌ای به کس دیگه‌ای بزنه و با این کارش بقیه رو پایین ببره تا بلکه خودش رو بالا بکشه. ولی جالبه وقتی عیسی مسیح متوجه بحث بین شاگردان میشه به اونها یک فرمولی رو معرفی میکنه، فرمول از خودگذشتگی، فرمولی که با فرمول‌ها و استانداردهای این دنیا کاملاً متفاوت هست. اگر کسی می‌خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلام همه سازد. این گفته عیسی مسیح به شاگردان هست. پس منظور عیسی مسیح از آخرین بودن و غلام بودن چی هست؟ آیا این می‌تونه تعریف درستی برای از خودگذشتگی باشه؟ امروز شاید مسیحیان و ایماندارانی که از خودگذشتگی و این فرمول آخرین بودن رو در زندگیشون همیشه به کار میندازن از دید دنیا افراد بسیار مظلوم، بسیار بدبختی به نظر برسن که دستشون به جایی نمیرسه و آدمای توسری خوری هستن و توانایی ایستادن برای حق و حقوق خودشون رو هم ندارن. ولی پیام عیسی مسیح برای از خودگذشتگی این نیست که ما از روی ناتوانی آدم های توسری خوری باشیم و مورد ظلم دیگران قرار بگیریم، بلکه امروز یک ایماندار میتونه قابلیت های زیاد و خیلی خوبی رو داشته باشه، تحصیلات عالی رو داشته باشه، موفقیت کار و اقتصادی بزرگی داشته باشه، دارای خونه و خانواده خوبی باشه، ولی همچنان در ماورای همه این موفقیت ها بتونه شخص باگذشتی و خدمتگذاری باشه. در داستان امروز نیلوفر نمونه بسیار خوبی از خودگذشتگی هست. شخصی که حقایق رو در مورد خودش صادقانه بیان کرد، بیش از اندازه از خودش تعریف و تمجید نکرد و در این حال بیش از اندازه شکست نفسی هم نکرد که بخواد منکر قابلیت‌های خودش باشه. نیلوفر اگرچه واجد شرایط این سفر بود ولی با فداکاری تمام جای خودش رو به همسایش میده. من فهم کنم اجرای فرمولی که عیسی مسیح در مورد از خودگذشتگی معرفی میکنه برای ما زیاد راحت نباشه، چون خیلی چیزها رو باید فداکاری کرد تا بتونیم دیگران رو خدمت بکنیم. اولین مانع بزرگ حتی قبل از خدمت دیگران که در مسیر ما قرار داره خود ما هستیم و اون غرور و خودخواهی که در ما وجود داره. پس چه قدرتی باید در ما کار بکنه تا بتونیم این قدم زیبا و پرثمر از خودگذشتگی رو برداریم و به معنای حقیقی کلمه از خودمون بگذریم؟ در از خودگذشتگی انسان نیازهای اطرافش رو خیلی بهتر تشخیص میده. عیسی مسیح خودش بهترین نمونه از خودگذشتگی هست.
او که گناهی نداشت به این دنیا آمد، نیاز انسان رو که آزادی از گناه بود اون رو تشخیص داد و عیسی مسیح گناه انسان رو، گناه من و تو رو به خودش گرفت و روی صلیب رفت، مصلوب شد تا جریمه گناهان ما رو بپردازه. عیسی مسیح فرمول از خودگذشتگی رو به بهترین نحو اجرا میکنه. او که اولین بود، او که خدا بود، خودش رو آخرین میسازه، خودش رو خدمتکار همه میسازه و با خون ریخته شده خودش برای ما آزادی از گناهان رو به ارمغان میاره. دوست عزیز، امیدوارم برنامه امروز به ما کمکی کرده باشه تا بتونیم این قدم از خودگذشتگی رو در زندگی هامون برداریم و اگر در این مسیر احتیاج به دعا و یا مشورتی دارین، خواهش میکنم حتما با ما تماس بگیریم و خوشحال خواهیم شد که خدمتی رو انجام بدیم. پس تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.